از اونجایی که بگونیا انواع و اقسام مختلفی داره، خیلی گل محبوبیه و نگهداری راحتی داره، یک گیاه چند ساله است که یه نکات فقط ریزی داره برای نگهداری. اولین و مهمترین فاکتور نگهداری بگونیا اینه که جای خنک بذارینش، یعنی به هیچ وجه تحمل گرما رو نداره و خیلی زود در اثر گرما و تشنگی برگاش، این لبه برگا حالت سوختگی پیدا میکنه و پیش روی میکنه و گلتون از بین میره. پس حتما اگر بگونیا دارین بذارینش یه جای خنک. دومین نکته، اگه بگونیاتون رو بذارین یه جای که نزدیک پنجره باشه و نور غیر مستقیم، اگه نور مستقیم بخوره باز میسوزه، نور غیر مستقیم بخوره برگاش حالت قرمز میشن و پشت این برگا مخصوصا ببینین چه خوشگله، این قرمزی بیشتر میشه و بیشتر میبینینش، به اضافه این که بهشون گلای خیلی خیلی قشنگی میده. در اکثر فصلهای سال بگونیا گل داره اگه جای مناسبی داشته باشه. اگه مثل اینجا بذارینش جایی که دور از پنجره است و به نسبت جای سایه‌ای باز، یک گیاه خیلی خوشگل دارین، فقط سرسبز میمونه و حالا گل کمتری بهتون میده. خاکشو باید خاک نیمه سنگین براش استفاده کنین. آبیاریشو خیلی حواستون باشه، بگونیا به نسبتاً گیاه پر آبیه، ولی اینکه پر آبه یعنی وقتی آبیاری براش انجام میدین باید سیرابش کنین و کامل آب بدین بهش تا از زیر گلدونش آب بیاد بیرون، اما اجازه بدین خاکش خشک بشه، رو به خشکی بره و دوباره آبیاری کنین. خیلی خیلی به پوسیدگی ریشه حساسه، یعنی زود ریشه هاش به رطوبت از بین میره اگه رطوبت بالا داشته باشه و آروم آروم ساقه ها سیاه میشه، میگنده و کلن گیاهتون از بین میره، پس حواستون رو جمع کنین. کوددهی میتونین براش انجام بدین، بهترین زمان کوددهیش بهار تا پاییزه و برای گل دادنش کود پتاس بالا گزینه مناسبیه که براش استفاده کنین. آفتی که بگونیا میگیره آفت کنه تارتن هست و شپشک، که هر از چندگاهی لابلای برگهاش و ساقهاش رو نگاه کنین، اگه آفت داره براش سم استفاده کنین. گلای بگونیا همین که خیلی خوشگلن بچه ها، همین که این نوعی که من دارم میگم، بقیه نوعاشو مطمئن نیستم. خب خوراکیه گلش، من شاخش رو بیارم، خیلی هم ترده ساقهاش و حواستون باشه زود میشکن. برای تزیین کیک و اینا گزینه خیلی خوبیه، یه طعم ترشه خیلی خوشمزه‌ای داره، میتونین استفاده کنین. قلم زدنش رو براتون میگم، فقط یه نکته در مورد قلمه های بگونیا رو به هیچ عنوان فصل تابستون توی گرما قلمه نزنین، یعنی تجربه بارها و بارهای خودمه، من با این گل از بچگی بزرگ شدم، تابستونا بلا استثنا قلمه ها حدود 90%شون میگنده، بهترین وقت قلم زدنش فصل زمستونه. یه شاخه رو انتخاب میکنیم، من از اون پایینهاش انتخاب کنم و میچینیمش به این شکل. حالا همراه من باشین تا بگم چجوری اینو باید کوتاه کنیم و توی چه خاکی قلمه بزنیم. خب بچه ها بریم سراغ تکثیر بگونیا. این ساقه‌ای که من کوتاه کردم رو ببینین، اینو میشه دو قسمتش کنیم، میشه سه قسمتش کنیم. هر قسمتی که میخواین قلم بزنین باید دو تا تا سه بند حتما داشته باشه، کمتر نباید باشه. خب حالا ما سه بند رو که بگیریم فکر میکنم بتونیم سه تا قلمش کنیم. میزنیم، این یکی شد. خب برگ پایینی رو جدا میکنیم، برگ بالایی رو میذاریم باشه که حواسمون باشه سر و ته نکاریمش. یکم دیگه از زیره برگ میزنیم. حتما وقتی میخواین قلمه رو بکاریم باید یه بند رو داخل خاک باشه. خب خاکی که استفاده میکنیم برای قلمه، خاک کوکوپیت مخلوط با ماسه بهترین گزینه است که میتونین توش بگونیا رو قلمه بزنیم. البته که میتونین توی آب هم بذارینا، ولی خب توی خاک ریشه های قوی تری میده بهتون و بعد گیاه بهتری خواهید داشت. اینم یه قلمه دیگه و
و اینم سرقلم که برگ‌های پایینشو میزنیم و میکاریمش. کف گلدون رو یکم بیکام ریختم، حالا یکم خاک میریزیم، سرقامون رو میذاریم. بهتر حتما سعی کنین وسط گلدون بذارینشون. خب نذارم به این شکل و دورش رو خاک میریزیم. یک بار آبیاری باید براش انجام بدیم الان که کاشتیمشون، و بعد بذاریم رطوبت خاک بیاد رو به خشکی بره و دوباره آب بدیم. و بعد که ریشه داد دیدیم شروع به رشد کردن، اینا دیگه انتقالشون میدیم به گلدون اصلی و خاک اصلیشون. خب بچه ها، اینم از تجربه تکثیر و نگهداری بگونیا. امیدوارم که توی خونه حتما این کار رو بکنین، بگونیا نگهداری کنین و لذتش رو ببرین. اگر تجربه ای دارین، اگر سوالی دارین در زمینه این گل، حتما کامنت بذارین، با هم دیگه بیشتر یاد میگیریم. مرسی که همراه منین و خدا نگهدارتون.